دوستان عزیز، اکثریت از عزیزای ایمان که خارج از کشور زندگی میکنن، مخصوصا در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن، این سوال مطرح کردن که ما در فروشگاه یا در رستورانت ها یا جایی که کار میکنیم، در اونجا در واقع محرمات الهی است، مثل شراب، مثل گوشت خوک و یا چیزی که در اسلام نهی شده و منع شده است. و در بعض از موارد ما در سیستم دلیوری، یعنی انتقال از این سهم داریم، یا در فروشش سهم داریم، یا به نحوی در این کار دخیل هستیم. از دید بس مسئله شریعت یا در کل اسلام در ارتباط به این موضوع چی حکم میکنه؟ حالا ما این صحبت نمی کنیم که چی سبب شده است که یک فرد قلمرو خودش را ترک میکنه. ملاحظات سیاسی، بس مسئله جنگ است، بحران است، مشکلات اقتصادی و موارد دیگه است، او را در یک کلیپ جداگانه پیرامون صحبت میکنیم که موضوع چی است. ولی بلخص امروز در ارتباط به این مسئله که اکثریت عزیزا پرسان کردن که ما در واقع در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنیم و با این مشکلات دست پنجه نرم میکنیم، حکم اسلام چی است؟ بدون شک دوستان عزیز که شراب و گوشت خوک در قرآن در آیه های متعدد، مثل سوره باری که البقره، سوره باری که المائده، سوره باری که النحل، در واقع بر حرمتش حکم شده است. در سوره باری که المائده الله متعال مهربانی میکنن که آیه 90 همش از 90 از غالبا یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردین، ای کسانی که صاحب ایمان هستین، از شراب و قمار و تیرهای فالبینی و فالگیری و خرافات و بدعات دیگه در واقع شما اجتناب کنین. ای از جمله اعمال شیطان است که شیطان با واسطه ازی در بین شما عداوت می اندازه، ایمان شما برباد میره. فجتنیبو، از آن دوری کنین. لعلکم تفلحون، باشد که سبب سعادت مندی شما شوه، این امر یا رستگار شوین. بر صورت دوستان عزیز، الله متعال در سوره مبارکه المائده در جای دیگه آیه های نخستش از غالبا آیه سومش است، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، حرام شده است بر شما ایوان خود مرده، خون و همچنان گوشت خوک. و ما احل به لغیر الله و ما احل لغیر الله به، در جای دیگه الله متعال مهربانی میکنن، و آن چیزی که به نام غیر الله سر بریده شده است. کسانی که در این فروشگاه ها در واقع کار میکنن و به نحوی سهم دارن، مثلا در بخش مسئله خمر است یا گوشت خوک است، در باب خمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ده صنف لعنت کرده است. ده صنف لعنت شده است. کسی که میوه را به سبب بعد ساردن خمر کشت میکنه، کسی که او را میسازه یعنی تهیهش میکنه، کسی که او را انتقال میده، کسی که او را مفروشه، کسی که او را تقاضای خریدش میکنه، کسی که از پولش استفاده میکنه، کسی که از یک جای به جای دیگه حمل میکنه، خود ذات شراب و کسی که ساقی است میریزه، کسی که دیگر را به تشویق میکنن، حتی علما گفتن کسی که در واقع دیگرا را به محرمات الهی تشویق ترغیب میکنه، در این حکم است. رسول الله صلی الله علیه و آله مهربانی میکنه که این ده صنف لعنت شده، صنفای اصناف لعنت شده است. پس دوستان معزز، که جمهور فقها و جمهور علما به می رأی هستند که نه، جواز نداره در فرد مسلمان شراب یا گوشت خوک از یک محل به محله دیگه انتقال بده یا بفروشه، حتی چی برابر است، چی اون شخص مسلمان باشه یا غیر مسلمان. یعنی به این معنی نیست اگه او فرد غیر مسلمان باشه به او ببر شراب بفروشه. و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، در کار خیر در تقوا خشتن داری یک دیگر کمک کنین، در گناه و عصیان تعدی و گناه یک دیگر کمک و معاونیت نکنین، دستگیری نکنین، پل ارتباطی قرار نگیرین. پس مخلص کلام این که جایز نیست، ولی یک حالت استثناء وجود داره که کسی در فروشگاه کار میکنه که در واقع بخش های مختلف داره، بخش لبنیات است، عطریات است، لباس است، بخش مثلا چی میفهم نوشیدنی های الکلی است، این در بخش لباسش کار میکنه، نه چشمش به اون الکل میفته، نه به او داد و گرفت داره، اگرچه مالکش یک فرد است. این حالت با
وقتی رزقی فهمید تو را غیر باغ ولا علی فین الله غفور رحیم، کسی که بیچاره و درمانده میشه راه دیگه نمی داشته باشه، نه بیش از اندازه استفاده کنه و نه عمل تکرار کنه، الله بخشنده مهربان است. در این صورت اگر چن مالکش هم یک فرد باشه اشکال نداره که داره بخش خود کار میکنه، ولی در بخشی که سیستم چیزایی که حرام از دو دست به دست میشه و یا این شخص هم دو نقش داره، با هیچ وجه کار کردن در آنجا صحیح و درست و جایز نیست. کسی که در چنین حالت قرار میگیره الله متعال مهربانی میکنه و من یتق الله، هر کس از الله متعال بترسه، یجعل له مخرجا، برش رای بیرون رفت از هر تنگنای پیدا میکنه، و یرزقه من حیف لا یحتسب، و از جای روزیش میده که خودش گمان نمیکرد. کسی که در واقع از الله متعال میترسه، یا در جای دیگه الله متعال میگه هر کسی که از الله متعال بترسه از هر تنگنای الله متعال بهش بیرون رفته، در واقع بعد از هر سختی آسانی قرار میده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مهربانی میکنن که هر کس به خاطر الله متعال چیزی را ترک کنه، الله متعال بهتر از آن را برش خواهد داد، اگر چند بعد از یک مدت باشه. پس عزیزایی که خارج از کشور زندگی میکنن، شاید مشکلات بیاید، سختی ها بکشین، ولی آخرت تانه با دنیای زودگذر موعظه و مبادله نکنین. در هیچ صورت هیچ قول شما پیدا کرده نمیتونین که حالت استثناء باشه و شما در واقع در این چنین فروشگاه یا محلات کار کنین. کار بهتر از این برتون پیدا کنین، از الله متعال بخواین، جد و جهد و سعی تلاش کنین، بلا توکل کنین، ولی اسباب درست، وسیله صحیح به خاطر رسیدن به موارد اغراض دنیاویتون انتخاب کنین، بعد به الله متعال تکیه کنین. ورکه از الله متعال توکل کرد، الله متعال او رو بینشه که درمانده نمیگذاره. پس وسایلی که رای صحیح و مشروع است با او چنگ بزنین، بعد به الله متعال توکل کنین. یعنی به این معنا نیست که در واقع به کنج از خانه بشینین، نه تحرک، نه سعی تلاش، نه جد جده، نه سعی تلاش در کنارش توکل به الله متعال و چنگ زدن به سببی که اون سبب منجر به مفسده نباشه و شما را به بدراهه و به گمراهه نکشه. فراموش نکنید که از علایم قیامت، وقوع قیامتی است که حرام های الله متعال حلال پنداشته مردم استفاده میکنن. هر کس به جایی که منفعت شوه اهل فتوا میشه، او الا برو قتل چطور است، او الا دزدی چطور است، او الا کشتن خود گناست. او گناس این یکی هم که تو میکنی گناس، هم این گناس هم اون گناس. اون عمل ازش سبب از این نمیشه که بر تو جسارت بده و تو بگی والا از کشتن مردم کده خوی کار خوب است، والا از دزدی کده خوی کار خوب است، والا از زنا کده، که او گناس حاملش در روز آخرت اون شخصی است که انجام شده و عامل عملی که تو انجام میدی خودت هستی. لها ما کسبت و لکم ما کسبت، اون اعمالی که انجام داد خودش کسب میگه، اعمالی که تو انجام دادی خودت کسب خواهی نمود. و السلام علیکم و رحمت الله.